مردم در لس آنجلس ایالات متحده جهت رفع تشوشات روحی و تمرینات یوگا به مرکز شفایابی میلی بو بیچ مراجعه می نمایند. شنان سکات، یک تن از مربیان در این مرکز که زمان خود محتاط ادویه مسکن و ضد اضطراب بود می گوید دوای ویکودین برایم انرژی بخش بود و از آن به خاطر اینکه در جریان روز آسوده باشم استفاده می کردم. همچنان از دوای زانتاکس نیز به خاطر تعادل بدن خود تا احساس آرامش کنم. مسئولین صحی ایالات متحده میگویند که مسمومیت ادویه یک علل عمده دیگری از مرگ و میر در سال 2008 به شمار می رفت. 90% این واقعات مسموم کننده می باشد، با شمول ادویجات مجوزه مسکن که از طریق نسخه تطبیق می شود. حکومت میگوید که مرگ و میر ناشی از استفاده ادویجات قوی مسکن در جریان یک دهه به بیشتر از 3 افزایش یافته است. ولی این برای مری آن یک موضوع خبری نمی باشد. خانم مری یک قاضی متقاعد بوده و یک برنامه تلویزیونی را که در آن زندگی واقعی مردم و خانواده ها را که با ادویجات مخدر معتادن به نمایش میگذارد. و این میگوید در سال 1999 بزرگترین مشکل دوای متافیتامین بود که آن سرطان تلقی میشد. ما این موضوع را با آگاهی مردم رساندیم و همچنان ادامه میدهیم و ما در طول سالیان متمادی متوجه شدیم که مردم به ادویه‌ای که از طریق نسخه به دست میآید معتاد شده اند. جیمز آدامز دواساز در پانتون کالیفرنیا جنوبی میگوید که بسیاری از مریضان با ادویه قوی معتاد شدند. من در مورد کسانی که از ایروین در جاده های لس آنجلس استفاده میکنند حرف نمیزنم. البته مرام من از آن اده مادر کلان های میباشد که در شهر فرزنو که از اکسیکودین، هایدروکودین و مورفین استفاده میکنند و میمیرند. آدامز میگوید که 90 میلیون نفر دچار درد مزمن و ورم مفاصل بوده که بیشتر از آنها ناشی از دلایل چاقی و سن پیشرفته میباشد. حمیدالله حمیدی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.